گدایی در خانه صاحب العصر و زمان این دوتا با هم یک نورند کلهم نور واحد خدایا امشب تو بیا آرامش دل ما باش ما داستان موسی را در قرآن میخوانیم تو با موسی حرف زدی با موسی در کوه طور که گفتی بیا برای 30 روز و آن 30 روز و 40 روز انجامید چقدر عاشقانه با او حرف زدی نمیشه امشب با ما حرف بزنی نمیشه امشب ما را بپذیری خدای ما امشب با دست خالی آمدیم پیش درگاه تو حجت ابن الحسن العسکری القائم المهدی را شفیع قرار دادیم خدای ما به کی پناه ببریم اصلا ممکن است جایی برویم اونم به یک سرگردانی و یک ناراحتی و دلهری دلهره و وسواس ممکن است باز با اون دلهره و وسواس به سرمان بخوریم تحقیر و اهانت و بیچارگی و عزت و مذلت دیگران را به جان و دل بخریم اسران را بلدم اما نمیگم گرچه از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد خدایا امشب تو بیا اگه بخوای آرام کنی میتونی آرام کنی ما کی پناه برم هیچی نداریم ای کاش هیچی نداشتم ای کاش من هیچی نداشتم من بی آبرویی آمدم در خانه ای تو خدایا من نامردم من بی آبرویم اما نامردتر از حور نیستم اون نامرد جلوی زر بچه ای امام حسین رو گرفت راه را بر اونها بست آب را بر اونها بست اما تا آمد حسین در آغوشش گرو حسین چطوری در آغوشش گرو ولی اکبر گفت برو برو زیر بازوی عموی تور رو بگی علی اکبر رفت زیر بازوی هر رو گرفت آورد جلو خیمه تا چشمش به عباس افتاد افتاد روی زمین چرا چون صدای علختش بچه هر رو بیچاره کرده بود گفت عباس علی اکبر برو زیر بازوی هر رو بگیرید و بیاری علی اکبر و عباس رفت زیر بازوی هر رو گرفت و آورد آورد پیش حسین سرشو پایین گرفته بود نگاه نمیکرد به حسین خدای من امشب میخوام سرمو پایین بگیرم همه یا ابن الحسن همه یا يا ابن الحسن آغا بیا يا ابن الحسن آغا بیا سخن شبهای گذشته درباره آیه مربوطه والعصر ان الانسان لفی خسر بودن از نگاهی ژرف‌اندیشی قرآنی و عقلانی و نگاهی پر عمق قرآن کریم ما پی بردیم که عصر برمیگردد به موارد و مضمون‌های مختلف و البته این بستگی به نظر محققان و مفسرین و کارشناسان علم و اخلاق و قرآن دارند
که هر کدام آنها واقعاً منبع علمند سرشار از دانشند بینش انبیایی دارند نور الهی دارند آنها هستند که این هدیه الهی را برای ما به ارمغان می آورند اونا هستند که شمع وجود ما را روشن می کنند اونا هستند که آینده ما را هموار می سازند والعصر بنا به ندرت روایات به معنای دهر و باز بنا بر اجماع علما به معنای ظهور حجت ابن الحسن العسکری و زمان حکومتی و زمان حکومت و عدالت اویان والعصر ان الانسان لفی خسر خدای بزرگ خدای منان خدای کریم اینجا لغت و واژه و مصدر خسر را آوردن نگفتن الخسر فرمودن والعصر ان الانسان لفی خسر این بدین معناست که این آیه در نهایت معنای تشدید این آیه در نهایت معنای قوت و معنای وعده و معنای جزا را می دهند و این جزا دو حالت دارد یا حالت نیک و یا حالت بد که همون حالت نیک به پاداش اخروی و نعمات و کرامات او برمیگردند و اون حالات بد به عقاب او برمیگردند که این میشه چهار حالت و این چهار حالت هم باز برمیگردد به یک حالت که اون عدالت الهی است خدای بزرگ وقتی که فرمودند والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی این عدالت خدا را میرسانند به خاطر این است که خسر آوردند خدای بزرگ در نهایت تصمیم در نهایت قاطعیت چرا چون امر خدا امر ثبوتی و صدورن امر قاطع الوجوبن امری است که هیچ شک و تردید در او وجود ندارد شما اگر توضیح المسائل رو از اول صفحه تا آخر صفحه ورق بزنید و نگاه کنید پنج حالت دارد این توضیح المسائل پنج حالت از پنج حالت بیش نیستن چی است؟ فرض واجب سنت مکروه مباح حرام پنج حالت مکروه چیست؟ مکروه از دیدگاه خدای بزرگ و قرآن و بعد به املاها و نوشته های کارشناسان مجتهدین امروزی مکروه چیزی میگوید که کسی اگر او را انجام دهد آن عمل را انجام دهد دچار گناه نشده گناه را مرتکب نشده و اگر آن را انجام دهد دچار گناه نشده پس ترک اولا بهتر است یعنی که آن را انجام ندهد این بهتر است ترک اولا بهتر است به این اسلام میگوید مکروه و مباح چی است مباح دو حالت عنوانی دارد که آن دو حالت عنوانی با هم مساوی اند از لحاظ اخلاق از لحاظ حکم
از لحاظ مقیدات با هم مساوی هستند. سنت چیست؟ سنت به عمل گویند که انجام دادن آن مستحبند، مانند نماز شب، نافله های یومیه، که نماز شب یکی از اعمال های تأکید شده در دستورات اسلام هست، که نماز شب بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم واجب بودند، چون نماز شب نمازی است که خیر دنیا و آخرت انسان توسط این نماز شب تأمینند. پس نماز شب مستحب است. مستحب بدین معناست که انجام آن ثواب دارند، پاداش دارند، انسان از خدا پاداش میگیرند. ثواب هم خدای بزرگ فرمودن شما اگر یک کار نیک را انجام دهید من 10 برابر میدهم، 1 تومن 10 تومن، 1 پوند 10 پوند، 1 محرم 10 شب محرم، 1 حج 10 تا حج، 1 گریه برای امام حسین 10 تا گریه برای امام حسین. شما اگر 10 شب برای امام حسین گریه کرده باشید، در روز رستاخیز با پرونده 100 شب گریه برای امام حسین شما را محشور می نمایند، به شما آبرو می دهد، به شما لیاقت می دهد، به شما بزرگواری و آقایی می دهند. و اگر شما واقعا علاقه داشتید، دوست داشتید و مجلس امام حسین بیایید، اما به خاطر باران و به خاطر ناراحتی اقتصادی دیگر و یا به خاطر مشکلات زن فرزند نتوانستید بیایید، باز خدا به ملائکهش میگوید بنویسید، در پرده اعمالش بنویسید. چرا؟ این چون قصد کرده، تصمیم گرفته، واقعا شخص خوبی بودند که این کار را انجام دهند، اما نتوانستند. چرا؟ چون ضعیف الاراده بودند. اکثریت ما واقعا نماز را دوست داریم، که نماز را در اول وقت بخوانیم، قرآن را دوست داریم، اهل بیت را دوست داریم، خدا را دوست داریم، اما ضعیف الاراده هستیم، قاطعیت نداریم، تصمیم نداریم. به همین جهت نمی توانیم هر کار را و هر شی را در ضرب الاجلش انجام دهیم، و این نشان دهنده نامردانگی ما نیست، و این نشان دهنده ناجوانمردانگی ما نیست، و این نشان دهنده عدم عزم ماست، عدم راسخیت و قاطعیت ماست. و به این میگوید مستحب، یعنی مستحب انجام دادنش، توسط انجام دادن آن انسان پاداش میگیرند. و بعض دیگر و مرحله چهارم، مرحله حرام هست که اسلام با دستور و با عقیدات تعیین شده، اونم از طرف شارع مقدس اسلام، مردم را دستور دادن که از این کار خودداری فرمایید و این کار را انجام ندهید، که انجام آن کار باعث خزیان شماست، باعث تاریکی شماست، باعث پشیمانی شماست، شما را پشیمان می کند، پشیمان دنیا و آخرت.